ملت ایران انقلاب کرد، رهبرش هم آقای خمینی بود، ولی هدف انقلاب این نبود که حکومت رو بده به دست روحانیون. بسا سلطه و سیطره روحانیون یک حادثه ما بعد پیروزی انقلاب. همچنان معتقدم انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب بزرگ توده‌ای کلاسیک تاریخی بوده که درست عوامل بیرونی هم روش اثر گذار بودن، ولی انقلاب اصیل بوده، انقلاب رو خود ما به وجود آوردیم. آقای خمینی هیچ عاملی در سفر آقای خمینی به پاریس دخالت نداشت جز پیشنهاد من بریم به پاریس. حالا بعضی ها اومدن فرافکنی میکنن، میگن حالا انگلیس ها درست کردن، امریکایی ها درست کردن. نه، اینا هیچ کنون نبودیم. این انقلاب یک رهبر منحصر به فرد به جهت منفی داشت به اون شخص شاه بود. اگر شاه خیلی کارا رو که کرده بود نمیکرد، اصلا کار به اونجا نمیرسید. خب به عنوان مثال، مگه میتونه پادشاه مملکت بگه ما فقط یک حزب درست میکنیم؟ یه وقتی CIA امریکا یک پروفایل روانشناسی از شاه منتشر کرد، اونجا میگه که شاه مبتلا به مگالومینیا هستش، مبتلا به ایگومینیا هستش. خب شما معانی این حرفا رو میده، مگالومینیا. خب شاه همینجوری بود، فکر میکرد، واقعا خیال میکرد اینجوریه. آقایون معتقدن چون انقلاب رو آقای خمینی رهبری کرده، پس قدرت باید در دست روحانیون باشه و بقیه باید به عنوان کارگزار اونا عمل بکنن، هرچی که اونا میگن اینا عمل بکنن. خب این روحیه برای افرادی مثل ماها که در نهضت آزادی بودیم، مرحوم از بازرگان، قابل قبول نبود. ما ضمن این که به روحانیت احترام قائل بودیم، اما یه حق ویژه‌ای براشون قائل نبودیم. ما معتقد مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، به حکومت روحانیون رأی ندادن. ولی آقایون یه مطالب دیگری در سر داشتن، بحث دیکتاتوری صلحا از اونجا مطرح شد. بالاخره اگه آقای خمینی حرفایی که بعدها بعد از انقلاب زد در پاریس میزد، خیلی ها معلومه باش بمونه، از جمله بنده معلومه باش بمونم. این حرفیه که من زدم که آقای خمینی در مکه یه روش داشت، در مدینه‌اش یه روش داشت. نزدیک 300 مصاحبه داره آقای خمینی در پاریس، یک کلمه راجع به ولایت‌فقیه نگفته، برعکسش هم گفته، زنان حق دارن، مردان حق دارن. این تمام اون چیزی که در این 300 مصاحبه اومده نفی و نقض و رد ولایت فقیه است. مردم هم با اون بیعت کردن. اشتباهی که ما نگاهمون فقط یک طرفه باشه، فقط روحانیت رو سرزنش بکنیم. ما روشنفکران داریم فرافکنی میکنیم. ما روشنفکران باید مسئولیت خودمون رو در این حوادث بپذیریم، نه فقط ما به عنوان روشنفکران دینی، بلکه روشنفکران عرفی، چپ، راست، هممون باید بپذیریم که بسیار بد عمل کردیم. Minister Bazargan threatened to resign if they went on in the way they were doing. Yeah. Now what is his position now, and is yours the same? Yes, mine is the same. He did not say that he will resign. He didn't say that he will resign. He just denounced some of the method that they are using. But you have to remember that this is a revolution. This is not a Madison Avenue show. من مسئول شورای امنیت ملی بودم در دولت بازرگان، معاون نخست وزیر در امور انقلاب و مسئول شورای امنیت ملی. من در اینجا مطرح کردم که بعد از پیروزی انقلاب در کشورهای زیادی، یک دولت به اون کشور حمله کرد. آیا یک کشوری این پتانسیل و ظرفیت رو داره که به ایران حمله کنه؟ را دارم. یکی گفتم ترکیه خیر، پاکستان خیر، افغانستان خیر، روسیه خیر. تنها کشوری که واجد اون شرایط بود که به ایران حمله کنه عراق بود. بنابراین از همون اسفند ما معتقد بودیم که من بارها اینو گفتم نوشتم، حمله عراق به ایران قابل پیشبینی و قابل پیشگیری بود. سیاست ما در دولت موقت پیشگیری از حمله بود، اما متاسفانه بعضی ها تحریک میکردن. با توجه به اینکه هیئت حاکمه دولت به هیچ وجه حاضر به تقسیم قدرت نیست، آیا بهتر نیست منتظر حمله امریکا به ایران بمانیم؟ خیر ابدا. مگه امریکا امام زمانه که ما منتظرش باشیم؟ یه جهان پر از ظلم و جور شد یا
ما پادر نگاه کن بگیم آقای امریکادر اینا ظلم و جور به حد واقعی رسید حالا آقای بوش رو پادر نگاه کنه این حرفا چه کنه به حال اون ملتی باید گریز که تحصیل کرده هاش میگن که چه کار به جایی رسیدگان امریکا به آن نه به این شاش نباید این پسی کن کسانی هم که این حرفا رو میزنن از اون ناداری میزنن از اون جهالت میزنن یا نه یه مقاصد دیگه ای دارن آزادی و دموکراسی کالا نیست که تو پول پشتی های امریکایی ها از یک کشور به کشور دیگه صادر میشه یه مقدار با هم صحبت کردیم گفتم من میخوام از شما خداحافظی کنم آقا خمینی گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تا اینجا که ما با هم بودیم خب ضرورت بود شما نیاز داشتید ما میدینیم احساس نیاز هست بودیم اما من اینجوری که میبینم شما برید ایران دیگه دوربرتون میگیرن نمیذارن منم بیام شما رو ببینم منم میخوام برم ایران رو نمیخوام خب کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم ایران قلندری بکنم آقای یزدی آیا به بخشید شرمنده مرگ فکر میکنید؟ بله الان رفتم در بهشترها قبرم هم خریدم چطور میتونم به فکر نکنم؟ من مبارزه سیاسی رو بر اساس باورهای دینیم انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر میدانم همونجوری که امام حسین گفت من برای خاطر امر به معروف و نهی از منکر منم همون الانم وقتی شما میگید به مرگ فکر میکنی یا نه بله به همین دلیل دارم خاطراتم مینویسم